سلام، وقتتون در هر کجای دنیا که هستید بخیر. ممنون که چند رو انتخاب کردید. همونطور که مطلع هستید، مسابقات پارالمپیک 2020 توکیو از 2 تا 14 شهریور برگزار شد و کاروان پارالمپیک ایران با 62 ورزشکار در این رویداد مهم شرکت داشت که نهمین دوره از حضور ایران در مسابقات پارالمپیک بوده. یه نگاه کوتاه داشته باشیم به دستاوردهای کاروان پارالمپیک ایران از سال 1988 در پارالمپیک سئول تا توکیو 2020 و بعد مفصلتر به عملکرد پارالمپیان‌های ایران خواهیم پرداخت. همونطور که در تصویر می‌بینید، حاصل حضور کاروان پارالمپیک ایران در سئول در مجموع 8 مدال بوده که 4 طلا، 1 نقره و 3 برنز رو شامل می‌شد و در بارسلون سال 1992 4 سال بعد 1 طلا، 2 نقره و 1 برنز به دست آمد. در پارالمپیک آتلانتا باز هم در تصویر میتونید مشاهده کنید عملکرد رو. در سال 1996 سهم ایران 9 طلا، 5 نقره و 3 برنز بوده و در سال 2000 در پارالمپیک سیدنی که اوج مدال‌آوری پارالمپیان‌های ایران بوده، کاروان ایران با 12 طلا، 4 نقره و 7 برنز از مجموع 23 مدال در جدول رده‌بندی در رتبه 15 توزیع مدال‌ها قرار گرفت. در آتن در سال 2004 6 طلا، 3 نقره و 13 برنز کسب کردیم و در 2008 پکن 5 طلا، 6 نقره و 3 برنز نصیب ایران شد. اما در لندن سال 2012 تیم ایران با 10 طلا، 7 نقره و 7 برنز به ایران بازگشت. پارالمپیک ریو دو ژانیرو در برزیل در سال 2016 کاروان ایران 8 طلا به دست آورد، 9 نقره و 7 برنز هم تونست کسب کنه. اما در 2020 توکیو که 2021 برگزار شد، همونطور که در جریان هستید و تازگی تموم شده، ورزشکاران ایرانی در پارالمپیک توکیو بهترین رتبه این کشور در تاریخ پارالمپیک رو به دست آوردن. کاروان ورزشی ایران در مجموع 24 مدال کسب کرده و در مقایسه با ورزشکاران المپیکی کارنامه بسیار درخشان به جا گذاشت. امید آرامش عمل کرد این دو کاروان ورزشی رو مقایسه کرده. ببینیم، برمیگردیم، کلی مصاحبه و مهمان هم داریم که با شما خواهیم بود. ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های 2020 توکیو با عملکردی درخشان بهترین رتبه ایران در تاریخ پارالمپیک را به دست آوردند. ایران در این دوره با 62 ورزشکار در 10 رشته ورزشی حاضر بود. کاروان ایران در پایان این بازی‌ها که یک سال با تأخیر برگزار شد، در مجموع 24 مدال شامل 12 طلا، 11 نقره و 1 برنز کسب کرد و در رتبه 13 جدول مدال‌ها قرار گرفت. ایران به این ترتیب نسبت به دور قبلی این بازی‌ها در ریو دو ژانیرو 2 پله صعود کرد و در میان کشورهای آسیایی رتبه 4 را به دست آورد و پس از چین، آذربایجان و ژاپن قرار گرفت. والیبال نشسته ایران تنها رشته تیمی بود که در توکیو به مدال طلا دست یافت. زهرا نعمتی، عضو تیم ملی تیراندازی، هم نخستین زن در تاریخ ورزش ایران شد که در 3 پاراولمپیک پیاپی مدال طلا کسب کرد. عملکرد پاراولمپیکی های ایران در مقایسه با ورزشکاران المپیکی بسیار درخشان تر بود. ایران در بازی های المپیک که 16 مرداد به پایان رسید، با 65 ورزشکار تنها 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز کسب کرد. کاروان ورزشی ایران با مجموع 7 مدال در جایگاه 27 المپیک 2020 قرار گرفت. ایران که به طور سنتی در کشتی و وزنه برداری مدال طلا می آورد، این بار در توکیو در مقایسه با ورزشکاران پارالمپیک کارنامه قابل قبولی به جا نگذاشت. اما یکی از شگفتی‌های پارالمپیک برای ما ایرانی‌ها حداقل حضور پرقدرت تیم والیبال نشسته ماست. حضوری قدرتمند که حاصل 9 دوره اون 7 طلا و 2 نقره بوده. صبح امروز با هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته و همچنین سرپرست کاروان پارالمپیک ایران، گفتگویی داشتم که با هم گوش کنیم. برمیگردیم با شما خواهیم. خب ببینین، یه برنامه‌ریزی بوده و شاید توی اولم که این بها دادن به ما یک مربی ایرانیه، ثبات مربی ایرانیه. ما چون تو کشورمون
مربیای خارجی وقتی که میان پول زیاد میگیرن و ثبات ندارن، یعنی یه پروسه زمانی کوتاه مدت میان و این پروسه کوتاه مدت یه دسترنج بقیه مربیای ایرانی رو میگیرن. البته من منکر علم نیستم، در بعضی رشته ها حتما باید دانش تمام جهان استفاده بکنیم، ولی خب مربیای داریم که در بعضی رشته ها میتونن، ما در کاراته، در کشتی، در همین والیبال مربیانی داریم که میتونن سرآمد باشن چون هم علمشو دارن هم توانمندیشو. البته حالا میخوام بگم یکی ثبات مدیریت در والیبال، در والیبال نشسته. دومم خب کار زیاد کردیم و همیشه هم ما کارمونو از بعد از قهرمانی شروع کردیم، یعنی نذاشتیم زمان طول بکشه و بریم استراحت بکنیم، یه ماه قبل از مسابقات، چهار ماه قبل از مسابقات بیایم کار بکنیم. این تیم چه حدود 200 روز اردو داشته در دوران کرونا، دورانی که شاید همه تیم‌ها با پروتکل‌های سخت کار می‌کردن، ما هم کار کردیم، یعنی به قضا و قدر نسپردیم و تونستیم این تیم به یک جای برسه. و خب می‌دونیم توی والیبال هم پست‌های تخصصی داریم و سعی کردیم از همه ورزشکارمون در همه کشور استفاده کنیم. یه چیزی که الان شما اگر نگاه کنیم به اسامی، این از 12 نفر از 9 استان کشورن. حتی اگر ما یک استان مثل مازندران 3 نفر رو داریم، از 3 تا شهر هستن. یعنی این پخش شدن بازیکن‌ها در سطح ایران و انتخاب بازیکن‌ها، یعنی 12 نفر برتر از بین 1000 و خورده 2000 نفر بازیکن والیبال نشسته، این تونسته این تیم رو به اینجا برسونه. از اون کارم خب بازیکنهای خوبی داریم، مختص من هادی رضایی نیست، خب همه ورزشکارا هم کار کردن و به یک جایی رسیدن که فعل خواستن و با علارغم همه فشارهایی که هست، علارغم همه به قول معروف کارهایی که هم مسائل زندگیشون هست، تونستن کاری بکنن و برتر بشن. در رابطه بچه والیبال نشستم صحبتایی بوده که با این سلطانی فرد در رابطه پاداش و افزایش میزان هدایای نقدی صحبت های رسیدگی شده به این موضوع؟ ببینین یه آینامی در کشور هست، خب افزایش پاداش ها در تمام دنیا هست، اگر غیر از چند کشور رو بگیریم که حالا انگلستان و آمریکا کمتر و کشورهای دیگه، خیلی از کشورها پاداش های نقدی و حالا پاداش های غیر نقدی هم دارن. بعضی کشورها خونه میدن، بعضی کشورها بالاخره یه قهرمان دوران بهترین دوران طلایی عمرش رو صرف ورزش میکنه و میتونه کار بکنه، بیزینس بکنه یا هر کار دیگه و رشد داشته باشه اون در اون شغل خودش. خب بهترین دورانش رو میاد ورزش میکنه. در مورد ورزش تیمی هم خب اینجا یه صحبتی شده، ببینین یه آیین‌نامه نوشته شده، حالا به درست و غلط این آیین‌نامه کار ندارم، که ورزش تیمی پاداشش نصف پاداش انفرادی است. از اون بر خوب ورزش تیمی یه مدال در جدول مسابقات داره. این در نظر ما که کار تیمی میکنیم غلطه، شاید در نظر مسئولینی که دارن این پاداش ها رو میمیسن کار درستی باشه، به این دلیلی که خب میگن اگر ما 11 تا طلای انفرادی بگیریم مثل این پارالمپیک، 1 طلای والیبال که شامل 12 نفر میشه در جدول مسابقات 1 دونه حساب میشه. رو اینه که خب بعضی از بچه های والیبال این اعتراض رو داشتن به حالا وزیر وقت آقای سلطانی فرد و حالا امیدوارم که این آیین‌نامه تغییر بکنه. خود شما فکر میکنید که این شکل از موفقیت والیبال نشسته ما بتونه ادامه پیدا کنه و چه چیزهایی لازمه برای اینکه این موفقیت بتونه ادامه داشته باشه؟ ببینین موفقیت که خب استعدادیابی اولین اصل هر ورزشی هست. خب هزینه کردن، سرمایه گذاری کردن برای این ورزش نیازه. شما خوشحالی مردم و وقتی که مدال طلا هر ورزشکاری میاره، حالا غیر از فوتبال که بحث اقتصادی سیاسی داره، بقیه رشته ها مردم خوشحال میشن و کاری به سیستم و مسئول و اینا ما نداریم. ما بیشتر بچه های ما برای خوشحالی مردم دارن این کار رو انجام میدن. از اون برم بله چرا ادامه پیدا نکنه؟ اگر
ما حالا نمنه هادی رضایی، هر مربی دیگه برنامه داشته باشه، هدف داشته باشه، از الان شروع کنه برای پاریس، خب باید مطمئنن این تیم یه خلاهایی داره. درسته ما قهرمان شدیم، ولی اگر با همین تیم بخوایم بریم پاریس مطمئنن قهرمان نخواهیم شد. باید تغییرات بدیم، رقیب شناسی کنیم، بالاترین چیزی که مهمه رقیبامون در سطح دنیا بشناسیم، حالا آنالیز کنیم خودمونو. ما مطمئنن در این المپیک هم معایب داشتیم، باید اون معایبمون رو رفع کنیم و حتما روز به روز بریم جلو. بله چرا نتونیم، ما اینو ثابت کردیم که شاید تنها تیمی در جهان هستیم، حالا غیر از بسکتبال آمریکا یا فوتبال برزیل، والیبال نشسته ایران با این دوتا داره قیاس میشه. و اینم از اون برم میگن ایرانی ها کار تیمی بلد نیستن، ولی ما گفتیم اگر بهمون رسیدگی بشه، برنامه داشته باشیم، هدف داشته باشیم، کار تیمی هم ایرانی ها بلد. اشاره که به فوتبال برزیل، بسکتبال آمریکا، آیا والیبال نشسته ایران به نظر شما همون امکانات برابر رو داره، آیا کمبودی هست از لحاظ شما؟ ببینین بحث کمبود که در تمام، حتی تو برزیل هم کمبود هست نمیشه بگی، ولی اونجا لیگ حرفه‌ای دارن، اسپانسرها کمک به معیشت میکنن، ولی در ایران اسپانسرهای خصوصی به والیبال نشسته البته شروع شده، بعضی از شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های دولتی والیبال نشسته رو به عنوان یه تیم، الان دیگه حمایت دولتی در یک کناره، بحث اسپانسرینگ در رشته‌های ورزشی هم هست. بله اگر که به نظر من اسپانسرها وارد این رشته زیبا بشن، و خب رشته‌ای که الان دیگه ما حرف اولی زدیم، ببینید در 9 پارا المپیک 7 قهرمانی 2 تا نایب قهرمانی، به نظر من باید بیایم ریشه‌یابی بکنیم، ببینیم الگو باشه. حالا نمیخوام از این رشته ورزشون، واقعا زیباست، یه حالت خوبی داره. حالا بعضی از دوستانم میگن که اینا چرا بلند میشن، خب اینا یک معلولیت های حداقلی در رشته والیبال هست و اون کلاس بندی پزشکی، خب سازمان جهانی کلاس بندی میکنه، ولی به نظر من بله میتونه ادامه داشته باشه. کمبود هم همیشه هست، کمبود زیر ساخت همیشه هست و این کمبود زیر ساخت باید رفت. صحبت آقای هادی رضایی، سرمربی موفق و درجه یک تیم ملی والیبال نشسته ایران، که البته ایشون اشاره کنم که سرپرست کاروان پارالمپیک ایران در مسابقات توکیو هم بود، رو با هم شنیدیم. اما با محسن طلوعی، بازیکن تیم ملی بسکتبال با ویلچر، هم گفتگویی داشتم و از او از مشکلاتی که موجب شده تیم بسکتبال با ویلچر ایران در توکیو نتیجه نگیره پرسیدم. ببینید پتانسیل ایران که اصلا اینجوری نبود، ایران باید جز چهار تا می‌رفت، دارم من اعتقاد دارم یا سوم چهارم فینال بازی می‌کرد، اما مشکلات هم روحی روانی بود، هم به حال از لحاظ چی میگن لوجستیکی و چیز مشکل داشت. حالا مسئله پیش اومد که به حال این تیم اعزام نمیشد و بعدن در لحظه آخر اعزام شد، که خب این کم نیست، خودش به حال روحی بازیکنان شاید خیلی اینقدر خوب نباشه که بی تأثیر باشه. مشکل ویلچر هم اضافه کنید که خب به حال ما بروز نبودیم و این بحث تکنولوژی هستش، هم این ما بحث تکنولوژی ویلچر رو میکنیم. ویلچر مثال دارم میگم، ویلچر من مثلا 14 کیلو، ویلچر اونو 8 کیلو، شما حساب کنید من این چیز رو مثلا ویلچر رو 2 ساعت در بازی به حال از این استفاده میکنید، 2 ساعت 8 کیلو 6 کیلو 5 کیلو بیشتر از اونا، یعنی از فقط وزنش رو گفتم، بقیه موارد دو مرد. حالا شما نگاه کنید، من همیشه مثلا 5 کیلو اضافه با اونا دارم رقابت میکنم و این اصلا خوب نیست. حالا من نمیخوام اینو بهونه کنم، تو این سالهای گذشته همیشه این گلایه بوده که از لحاظ شارژ مالی و اینها اون امکانات و اون انگیزه لازم در اختیار ورزشکارا قرار نمیگیره، یا در رشته شما به همین شکله؟ از لحاظ ملی حساب کنید، خب ما تمام رشته‌ای که کشورمون همینه، من نمیخوام بهونه بیارم. ببینید اگر بخوایم بیای بگیم یک نوع بهونه است، چون نام یک کشوری به حال و برای کشور با دست خالی چه کارهایی که نکردم، ما هم باید به حال از جون مایه بذاریم. اون ارق ملی رو میپذیرم، همه ورزشکاران در نقاط مختلف دنیا دارن، ورزشکاران ایرانی هم دارن، اما یه بحث دیگه اون شارژ روحی هم هست دیگه، اونو چقدر شما فکر می‌کنید که کوتاهی شده از طرف مسئولان؟
ببین من بازم میگم واقعا خب الان توی برهه‌ای هستیم که من دیروز داشتم از چیز رد میشدم، شاید بالای 100 تا هواپیما دیدم که زمینگیر شده و کشور ما هم مثل همین هواپیما زمینگیره. ما الان از لحاظ مالی و چیز واقعا تو ضعف هستیم، اما زمانی هم که تحریم نبودیم بازم این مشکلات بود. مثلا من خودم توی ترکیه بازی میکنم، خب قهرمانان رو یک بار قهرمان بشن حقوق مادام العمر دارن، بعد پاسپورت سبز میگیرن که به همه جا بتونن راحت سفر کنن و اینا میرن تو لیست قهرمانای ملی. ولی خب ما الان قهرمان بازی آسیا شدیم، هزار کار کردیم، حتی بیمه هم نداریم. این مشکل ها 100% طبیعیه. بعد ما بازیکنایی داریم که خب آخه نمیشه گفت اینجا نمیدونم مسافر کشی میکنن، میان تمرین میکنن، با هزار تا بدبختی کار میکنن، ولی بازم در رشتهایی که جانبازان معلولین بسکتبال با ویلچر یکی از مرفه ترین هاست، به دلیلی که لژیونر داره، لیگ داره و از این چیزی یک مقدار فاصله گرفته. اما میگم بازم بازیکنایی داریم که مشکلات اساسی در خانواده دارن، بعد تمام وقت نمیتونن تمرین کنن، حتما باید برن کار کنن، بعد زمان خستگی شروع میان تمرین کنن. خب اینا بازی رو میاره پایین. دقیقا حرف همه دوستان درسته و حرف شما هم درسته، اما این در تمام کشور ما شاید به جز فوتبال در خیلیشون هست و در رشته‌های دیگه، یعنی ما این مشکل رو نداریم که بگیم المپیکا توجه بیشتری بهشون میشه تا پارا المپیکا. المپیکا از لحاظ آماده سازی توجه خیلی بیشتر شدن، یعنی از لحاظ حقوقی و اون اردوهایی که باید نیش انجام میدن خیلی بیشتر بود. به این دلیل پارا المپیک اومد، المپیک هر کی مجوز گرفت رفت مسابقات. پارا المپیک اومد گفت که کسایی که شانس مدال دارن، ببین خیلی حرفه، یعنی المپیک مثلا بسکتبالی که نباید میرفت ولی با که شانس مدالی کمی داشت بازم رفتن، اما در رشته پارا المپیکی ما فقط تونستیم که شانس مدال نداشتیم بریم. حتی فوتبال هفت نفره نابینایان هم نرفت به دلیل اینکه با کمبود بودجه یا نمیدونم دلایلش رو فکر کنم از نظر مالی بود که نتونست بره. و از مردم عزیزم معذرت خواهی میکنیم به دلیل اینکه واقعا نتونستیم دیگه، به حال مردم دوست دارن نتیجه رو خوب ببینن و ما نتونستیم دیگه شروع شاد کنیم. از این بابت باز معذرت میخوام از مردم عزیز که همیشه واقعا پشتیبان ما بودن. خب با آقای داوود میمندی هم توی در تصویر می‌بینید، کارشناس ورزشی از هلند هم راستیم، و مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ در این برنامه حضور دارند. ممنون از هر دو مهمان. از آقای میمندی می‌خوام بپرسم که کلیت عملکرد تیم ایران رو با توجه به اینکه حداقل از لحاظ مدال بهتر از دورهای قبل بوده در پارالمپیک‌های قبلی شما چطور می‌بینید؟ واقعا من در مقابل این اراده و این همت این بچه های پارالمپیکی کلا از سر بر می دارم و بر اونها درود می فرستم. افرادی هستن که چهار ستون بدنشون سالمه ولی هیچ تحرکی ندارن. این که شما با داشتن معلولیت و از دست دادن یک عضوی از بدن انقدر اراده داری و انقدر همت داری و تلاش میکنی و بعد خودت رو به اون سطحی از رقابت ها میرسونی که بری در المپیک، واقعا کارشون عالی بود و درد دلهاشون رو هم که من شنیدم قصه‌دار شدم. امیدوارم که این مشکلات براشون حل بشه. خیلی ممنون. مهدی تو چطور میبینی این عمل کردی که داشتن در مقایسه با دورهای قبل رو؟ درود آرمین جان. در ابتدا باید خسته نباشید بگم به همه بچه هایی که پارالمپیک اعزام شدن، چه اونایی که مدال گرفتن قهرمان شدن و چه ورزشکارانی که موفق به کسب مدال نشدن، چون اصلا بحث پارالمپیک و از اصول بنیادین پارالمپیک مسئله نتیجه گرایی و مدال گرایی نیست و هدف مسائل دیگری است که حالا در امتداد برنامه صحبت میکنیم، ولی باید بهشون خسته نباشید گفت و دم همشون هم گرم. حتما به موضوع به شکل ویژه‌تری جزئی‌تری خواهیم پرداخت در رابطه مشکلاتی که بچه‌ها دارن و اینکه اصلا چرا بعضی از تیم‌ها به خاطر اینکه شانس مدال ندارن اعزام نشدن. اما صحبت‌های علی صادق زاده، یکی از پر افتخارترین پارالمپیان‌های ایرانی در مسابقات پارالمپیک و مربی پارا وزنه‌برداری رو با هم بشنویم، برمیگردیم با هر دو مهمان همراه میشیم و به بحث ادامه میدیم. یه ذره وزنه‌برداری خیلی ضعیف بود،
حالا اگر هم مدال آوردن همشون هم مدال آوردن، خب مدال آوردن مطرح نیستش. یه ذره از بابت فنی خیلی ضعیف جواب داد این وزن ورزش. مشکلتون اینه که ببینید ما الان مثلا کشتی از خودشون هستن، کشتی مثلا از همه کشتیگیرا میان، مربیگریشون همه چیشون کشتی است. وزن ورزشیم باید از خودمون باشن. وقتی که من که قهرمان جام حذفی 30 تا مدال دارم، قهرمان بازی آسیایی بودم، رکورددار دنیا بودم، رکورد بازی آسیایی الان تو دست منه. خب چرا مثلا من الان نزدیک 4 سال 5 سال از ورزش دور بودم، چرا از من استفاده نکردن؟ چرا تو اردوی تیم ملی ما رو دعوت نکردن؟ حالا من خودم رو نمیگم، آقای کاظم رجب، آقای مرتضی تشریف و بچه های دیگه هم میکنیم. ما در سال بابا کنیم که قهرمان کشوری برگزار میشه، خب معلومه که خب وزن ورزش پیدا نمیشه. بچه ها از لحاظ اون شوق وزن ورزشون میان پایین، خیلی هم میان اینجا تمرین میکنن، میان مسابقه نیستش اینا، نمیدونم مسابقه برگزار نمیشه، همه بیخیال میشن. آقای سیامان رحمان عجوبه بود برای خودش و هیچ وقت هم مثل آقای سیامان رحمان پیدا نمیشه. آقای منصور پورمیرزایی انقدر با رویش کاش تو رویش رو خراب کردن، همش میگفتن سیامان رحمان. ایشون اصلا فکرش از وزن ورزی دور بود، حتی بهش میگفتن شما مدال رو تقدیم کن به آقای سیامان رحمان. خب ایشون اصلا فکر ورزش نمی، خودش با من صحبت کرد گفت من اصلا فکرم دنیام خراب بود، من اصلا نمیتونستم به وزن ورزی فکر کنم. حتی ایشون رو مدال طلا بودش برای حقوق نقره رو بهش میدادن. شما معتقدید که توجه کم است و این انتظار دارید که برای اون مسئولین بیشتر توجه کنن با توجه به اینکه واقعا موفق تر از المپیکیا بودن؟ شما رو نگاه کنید ببینید، الان ما پوچی ها لیگ داره، والیبال نشسته لیگ داره، همه یه دشته های ما لیگ دارن. وزن ورزی باید چرا نداشته باشه؟ خب علتش چیه؟ یعنی فنی ما فدراسیون ما یعنی نمیتونه این کار انجام بده، لیگ برگزار کنه؟ یعنی آقای فرزاد شما معتقدید حتی در بین رشته های پارا المپیکی باز وزن ورزی مظلوم تره؟ بله واقعا همینطوره. شما اگه بخواد خودتون الان مسئول باشید یه پیشنهاد به یه کاری همین امروز انجام بدید، چه میکنید به نظر خودتون؟ من اولا که گفتم استعدادیابی لیگ وزن ورزی برگزار میکنم و از این لیگ وزن ورزی مطمئن باشیم بهترین. خیلی معلومه هستم تو خونه نشستم نمیام اصلا این ورزش رو ادامه بدم. خب این با استعدادیابی، من اگه این مسئول باشم اولین کاری که میکنم استعدادیابی میکنم و لیگ وزن ورزی رو برگزار میکنم. خدا شاهد الان خودم بعضی موقع خجالت میکشم به خانوادم بگم من چقدر من با 3 تا مدال پارالمپیک که الان دارم و 2 تا مدال بازی آسیایی و رکورد داره وزن ورزی تو دسته خودم بودم تو بازی آسیایی، الان صندوق حمایت از قهرمان و پیشکسوتان ما 425,000 تومان به ما دادن حقوق میدن. واقعا این شأن ما نیستش. ما از یعنی این دی حالتی که قهرمانان هم دارن میبرن زیر سوال. من بعضی موقع حتی به رفیقان به خانوادم نمیگم که من چقدر حقوق میگم. واقعا ما باید حقوقمون همین باید باشه. چرا صندوق حمایت از قهرمان و پیشکسوتان همه کار ما یکسان سازی کردن؟ خب الان بچه‌ای هستن که قهرمان هستن با 400,000 تومان و 500,000 تومان میشه زندگی میکنه. واقعا میشه زندگی کرد؟ یعنی کل درآمد شما در ماه 400-500,000 تومان تو این شرایط اقتصادی ایران؟ بله الان صندوق حمایت از قهرمان و پیشکسوتان 425,000 تومان به من داره حقوق میده. خب چجوری زندگی رو میگذرونید با 425,000 تومان؟ دیگه حالا میگفتم آقای محسنی رئیس سازمان ورزش شهر تهران یه مجموعه برای جانبازان و معلولین اینجا افتتاح کرد. یعنی اگر این کارتون نباشه از به عنوان یک قهرمان پاراولمپیکی 3 مدال گرفتید در المپیکای پکن، لندن و ریو، درآمدتون 425,000 تومانه. بله باید بریم خیابون دستفروشی کنیم. خدا شاهد میگم من تنها کسی بودم که 3 تا مدال پارالمپیک دارم و 30 تا مدال های رنگارنگ تو کارنامه‌ام دارم. من قهرمان رکورددار دنیا بودم. به نظر شما الان در شرایط شما تو کشور دیگه ای اگر بود، حالا در اروپا و اینهایی، در همین کشور همسایه ایران، ترکیه، آذربایجان، اگر در ارتباط هستید با قهرمانان اونجا، شرایط همین شکله حمایت ها؟ خب ما اولا که وطنمون و پرچممون رو خیلی دوست داریم، واقعا انقدر کشورمون و پرچممون دوست داشتیم که همیشه موندیم اینجا برای کشورمون جنگیدیم و الان خیلی از بچه های ما هستن که رفتن کشورهای دیگه. خب خیلی الان بچه ها هستن که رفتن ترکیه، آذربایجان. شما نگاه کنید ببینید چه پاداشی بهشون داده شده و چه حقوقی بهشون داده میشه، ولی ما ها نرفتیم برای کشورمون جنگیدیم. ما پرچم جمهوری اسلامی رو بردیم بالا، سرود کشورمون خونده شده. خیلی کشورها هم دوست داشتن این پرچم بره بالا، سرودش خونده بشه و ما تلاشمون کردیم این پرچم بردیم بالا و سرود خونده شده. واقعا این الان این المپیک برگزار شده، یه حقوقی به بچه‌ها میدن، یه جایزه میدن، ولی وقتی که تمام همه چیز که تمام میشه، همه چیزم فراموش میشه و تمام میشه و میره.
آقای میمندی، چرا وقتی پارالمپیک تموم میشه همه چیز تموم میشه؟ آیا وضعیت یا بودجه که در نظر گرفته شده، وضعیت خرابه و بودجه که در نظر گرفته شده برای فدراسیون کم هست؟ دلیل چه هست؟ آقای خسروی وفا یا مدیریتش ضعیفه؟ چرا این گلا وجود داره به نظرتون؟ ببینید، شما هر جا که صحبت از پارالمپیک میشه، دستای پرقدرت محمود خسروی وفا حتما و حتما اونجا هست. محمود خسروی وفا در سالهای ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای محافظ ایشون، بعد در جنگ یک پاشو از دست داد و بعد از اون اومد و مثل بختک افتاد بر سر فدراسیون‌های جانبازان و معلولی. من به واسطه آشنایی که با حاج محمد مهرآیین داشتم، زیاد به مجموعه ایشون سر می زدم و مجموعه ایشون یک مجموعه غمبار و محزون و ماتم زده است که شما از در که وارد میشید جز نکبت و بدبختی چیزی رو نمی بینید اونجا، و همه باید عزاداری کنند و از اینجور مسائل که حالا واردش نمیشن. خدمت شما میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم. ما ناراضی شدن یک آپشن نیست، یک انتخاب نیست که ما بریم اون رو انتخاب بکنیم. ما به ناراضی تبدیل میشیم. این بر بچه هایی که دارن دردهاشون رو از اعماق جان دارن بیان میکنن برای ما، حتما و حتما به گوش این مسئولین رسیده و اونها میدانن. اما به دلیل زد و بندهایی که پشت صحنه اتفاق میفته، این بچه ها اینطوری رها میشن. و شما ببینید، اگر یک جانباز یا یک معلول ایرانی در یک کشور دیگه بره و مدال بیاره، این رو شما اینطور تلقی بکنید که یکی از شاهکارهای ماندگار تاریخ تحقیر و شرمساریه برای ما ایرانی، که جانباز ما که حالا اونایی که در جنگ مجروح شدن یا به هر حال معلول رفته و در یک کشور دیگه ای. بنابراین علت رو من در 35 سال چنبره آقای محمود خسروی وفا میدونم که چنگال او و عوامل او در این مجموعه وجود داره. من بسیاری از این مطالبی رو که خدمت شما الان دارم عرض میکنم رخ به رخ به خود محمود خسروی وفا گفتم. کسی که سواد نداره، کسی که با سیکل آمد و به اون دلایلی که اول اشاره شد این مجموعه رو گرفت دست خودش، الان هم اوست که در پشت پرده اینها رو اداره میکنه. دکتر صمیمی آمد 4 سال بود، ولی وقتی با او حرف میزدی خون گریه میکرد، میگفت من از خودم اختیاری نداشتم. شروین اصفقیان که الان در حال حاضر رئیس فدراسیون جانبازان هست که دیگه الا ماشاءالله اصلا ایشون در این قد و قواره ها نیست که بتونه با محمود خسروی هماوردی بکنه. ما تمام وزرایی که اومدند و رفتند، تمام رئیس سازمانایی که اومدن و رفتند، جیک نزدن در مقابل محمود خسروی وفا، نطق نمی کشیدن در مقابل او. این چرایی رو باید ما حل کنیم. الان هم همین وضعیت ادامه داره. حالا من در ادامه بحث حتماً من به آقای خسروی وفا هم اتفاقا زنگ زدم و ایشون پاسخگو نبودن، و اگر تمایل داشته باشم میتونم در برنامه هم حضور داشته باشم. مهدی، آقای هادی رضایی یه نکته اشاره کرد که پاداش رشته‌های گروهی نصف پاداش فردیست آنچه که به بچه ها میرسه، و مشکلات خودشون رو هم شنیدیم. تقریبا هر دو المپیان گفتن که چه میگذره بر زندگی معیشتی اونها. نظر تو چه هست؟ رشته والیبال نشسته از دل جنگ بیرون اومد، یعنی جنگ همچنان برقرار بود در اوج جنگ و ورزش معلولین در ایران هیچ تشکیلاتی نداشت، و یک رشته ورزشی از دل جنگ بیرون اومد با حضور جانبازان جنگ با عنوان والیبال نشسته که قهرمان جهان شد، قبل از اینکه اصلا بحث حضور در پارالمپیک مطرح باشه. و ورزشکارهای مثل همین هادی رضایی عضو این تیم بودن، علی کشفیاب مربیگری جابر خلفزاده، و در اون مقطع زمانی بسیار شگفت‌آور بود چون ما در هیچ رشته‌ای قهرمان جهان نبودیم، اصلا اعزام بین‌المللی نداشتیم مگر گاهی فوتبال و کشتی، ولی والیبال نشسته قهرمان جهان شد، پس یک رشته نمادین برای ایران. حالا در اون ادوار نخستین چون ورزشکارای این تیم جانباز بودن، به هر حال حداقلی از امکانات برای جانبازان جنگ
بسیار کم البته، ولی به هر حال مهیا میشد. اما این نسل های بعدی که معلول هستن سابقه حضور در جبهه رو طبیعتاً اصلا سنشون نمیخوره به اون دوران، بسیار تأسف آوره که مدال طلاشون رو هم نصف میکنن، ورزشی که باز تاکید میکنم نماد دوران جنگ از دل جنگ بیرون اومده و این بسیار غم انگیزه. درباره صندوق حمایت از قهرمانان، این اصلا صندوق حمایت از قهرمانان نیست، این صندوق پولشویی وزارت ورزشه، چون بسیاری افراد رو شخصا میشناسم از فدراسیون نامه گرفتن، اینا مشاور املاکن، بنگاه اتومبیل دارن، میلیاردرن، ولی نامه گرفتن رفتن از صندوق دارن پول میگیرن. وگرنه خب معلومه که این صندوق در ابتدا باید به قهرمانان مدال‌آور معلول، زنان افتخار آفرین، مردان افتخار آفرین در پارالمپیک بپردازه و بعد ورزشکارهای دیگه‌ای که لیگ ندارن، دستمزد ندارن، درآمد ندارن، ولی متاسفانه اسم حمایت از قهرمانانه ولی صندوق دزدی و پولشویی وزارت ورزشه. آیه میمندی، من با بچه پاروزنه‌برداری که صحبت میکردم اشاره میکردم مثلا حسین رضازاده چرا باید سرپرست کمیتهشون باشه و حتی یک دو نفر اشاره داشتن به اینکه اون قوانین رو هم حتی نمیدونه، از اونها میپرسی که قوانین به چه شکل است. شما از آقای خسروی وفا گفتی از مسئولان دیگر که ناشایست هستن از نگاه شما و بر مسند قدرتن، چرا این اتفاق میفته؟ یعنی چرا سالهای سالی که داره این روند ادامه پیدا میکنه؟ ببینید، مناسب در ورزش اینطور تقسیم شده که برخی تحمیلی هن، برخی مدیران سهمیه‌ای هن و برخی مدیران هم سلیقه‌ای هن. یعنی علت حضور امثال خسروی وفا، علت حضور امثال سید محمد پولادگر، اینا تحمیلاتی است که از پشت حلقه غلیظ و پرقدرت داره اونها رو تحمیل میکنه. یه مثلا آقای رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری بود، الان به قول بچهای پارو وزنه‌برداری میگن اصلا خب درست نیست که ایشون اومده، نه تنها از لحاظ سمتی اومده پایین‌تر، که حالا چنین پستی هم گرفته که دانشش رو نداره. بله همینطوره، ما فقط آقای رضازاده رو که شما در وزنه برداری شرح حالش رو میدونید، من قبلا هم عرض کردم اینها در جامعه از زمانی که از ورزش رفتن شورای شهر چهره بسیار زشت و بدی از اینها ما دیدیم و جامعه ورزش ما هرگز اینها رو بر نمیتابند. اینها در واقع یک جور مهره های سوخته ورزشی محسوب میشن. اون چیزی که میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه که در آسمان ورزش ما تحمیلی ها و اون سهمیه‌ای ها داره نقش بازی میکنه. شما هر رئیس فدراسیونی رو بگید من خدمتتون عرض میکنم اینا سهمیه کجا هستن، و قطعاً و قطعاً من از همینجا دارم به شما عرض میکنم به زودی شما در ورزش ایران با آقای حمید سجادی نظامی های بسیاری رو خواهید دید که صاحب منصب خواهند شد. علت رو در این میبینم که سیاسیون و نظامی ها دست از سر ورزش بر نمیدارن و این تا درست نشه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این جماعتی که میان، الان مهدی عزیز چقدر قشنگ اشاره کرد، این صندوق حمایت از قهرمانان، من عضو این صندوقم، خودم عضو این صندوق هستم و متاسفانه اونقدر آلوده به مفاسد متعدد شده که پولشویی رو که ایشون به درستی اشاره کرد شاید بشه گفتش که یه بخشی از کارهای امنیتی دارن میکنن و کارهای زیرمیزی بسیاری رو دارن رتق و فتق میکنن. ارتباطات گسترده مسئولین ورزش ما با بیمه ها دارن، بیمه هایی که فاسدن. بیمه سرمد رو شما ببینید، از بنیانگذارش آقای کاتب و مدیر عاملش، اینا چه مفاسدی دارن؟ و جالبه که دستگاه ورزش ما موظفه بر اساس یه قانونی که علنی نمی‌کنن با او همکاری کنه با بیمه سرمد که بالا تا پایینش رو فساد گرفته. بله ممنون. مهدی، یه انتقادی هم که حالا فارغ از این بحث فساد در بین مدیران یا ناشایست بودن مسئولان، یه بحثی هم که مطرح شده در رابطه با بعضی از ورزشکاران پارالمپیکی، غیر از اون افرادی که حالا اعزام نکردن به خاطر مشکل بودجه یا هر چیز دیگر، که اینم اگر دوست داشتی حتما پاسخ بده، یه بحث دیگه در رابطه با این است که آیا معلولیت یا ناتوانی اونها اون درصدی که داره واقعی است یا نه. آرمین جان، نکته ای که خیلی ورزش معلولین رو در ایران داره آزار میده استفاده ابزاری از
ورزشکاران معلوله، یعنی یه کاروانی که ورزشکاران سهمیه گرفته رو هضم میکنن، میگن میخواییم صرفه جویی کنیم. بسیار تأسف آور. رشته های تیمی رو میذارن کنار، بعد بسیاری از ورزشکاران رو هضم میکنن، بعد اسم کاروان رو میذارن سردار دلها، بعد که اصلا برخلاف منشور المپیکه، بعد ورزشکار اونجا هنوز مسابقهش تموم نشده داره قهرمان میشه، سری خبرگزاری و مصاحبه میزنن من این رو تقدیم میکنم به رهبر، به فلان، به این. استفاده ابزاری متاسفانه خیلی غم انگیزه و خب اون ورزشکار که نمیتونه بگه من این حرفا رو نزدم. و یه نکته دیگه این که سیامند رحمان یه ورزشکاری بود که در سطح دنیا محبوب بود، متاسفانه عدم رسیدگی پزشکی مناسب، فشارهای روحی روانی که بهش آوردن، خودش بارها مصاحبه کرد گفت قلب درد دارم، دارن اذیتم میکنن، دارن بهم فشار میارن. خب وقتی که به سیامند رحمان توجه نمیشه، ما انتظار داریم مثلا به هاشمی متقیان توجه کنن. چقدر ورزشکارای پارالمپیک مثلا بعضی از بچه ها رو که نفرستادن مثل فوتبال و فوتبال هفت نفره، اما در رابطه این مسئله که خورده مطرح شده نظر تو چه هست؟ آیا واقعا این راه وجود داره که بخوان کارشناس پزشکی به شکل دیگری نظر بده؟ این موضوع رو بچه های جودو دارن همه میگن که خب این دو نفر که اصلا کاملا سالم هستن، گواهی نامه رانندگی دارن، ماشین دارن، رانندگی میکنن، تو عکس هم ساعت مچی داشتن، اینا کمبینا نیستن، از لحاظ بینایی مشکلی ندارن، ولی به هر حال اونطور که اشاره شده تست ها رو به نحوی انجام دادن که تو اون کلاس بندی قرار گرفتن متاسفانه. من هم وحید نوری هم محمد رضا خیرالزاده رو باشون تماس گرفتم که بیان صحبت کنن در رابطه این شایعاتی که مطرح است، صحبت هایی که دادن مطرح است نیومد. اما آقای میمندی اگر شما برامون بفرمایید در دو دقیقه دیگه که دو سه دقیقه که 5 دقیقه به پایان برنامه مونده، 2-3 دقیقه اگر شما به خودتون اختصاص بدید و بگید که نظر شما چه هست و فکر می‌کنید این روند بتونه ادامه پیدا کنه، پارالمپیک پاریس موفق باشیم یا نه، آنچنان که آقای هادی رضایی گفت اگر برنامه‌ریزی نباشه اتفاق خاصی رو شاهد نخواهیم بود حتی در رابطه با والیبال نشسته. امروز من دیدم محمود خسروی وفا از الان بار سفر تیم رو برای پاریس بسته و مصاحبه کرده که ما دیگه نگاهمون به المپیک پاریس هسته. در خصوص موضوعی که مهدی عزیز بهش اشاره کرد، این قبیل مفاسد هم وجود داره. در المپیک سیدنی ما دیدیم که دوتا بازیکن اسپانیایی که تیم بسکتبال اسپانیا بودن اصلا معلول نبودن و این قبیل امورات رو همه وقت احتمال اتفاق افتادنش هست. من امیدوارم که درست نباشه، ولی واقعا این اتفاق اگر برای ورزش پارالمپیک هم بیفته دیگه ما اصلا کجا باید دنبال راستی و درستی بگردیم؟ ورزش جای راستی هاست، جای درستی هاست، دیگه کجا ما باید بگردیم؟ این واقعا جای تأسفه. نمیدونم که کسانی که برای مدال، البته مدال رو که شما میدونید در ایران مدیران ما مدال میخوان برای بقا، چون وقتی مدیری رو کارآمد قلمداد میکنن که میگن این مدال آورده، در حالی که مدال اصلا ربطی نداره، ممکنه به اصطلاح یک اتفاقات دیگه‌ای بیفته ما مدال بگیریم. به همین خاطر این که بخوان دست به همچین شیطنت‌های غیر اخلاقی بزنن که واقعا مخربم است و آبروی یک کشور رو، ولو در حد همین شایعات هم اگر باشه، در حد همین شایعات هم به نظر من این یک حرکت ناجوانمردانه است که با المپیک و روح ورزش و ورزشکاری سازگار نیست. در آخر هم یه چند ثانیه‌ای به من فرصت بدید که از آقای رستم‌پور به خاطر این سلاست طبع و شیوایی بیان ایشون و ذهن خلاقشون تشکر بکنم که من خیلی استفاده میکنم از ممنون از آقای داوود میمندی. مهدی اگر این 2 دقیقه پایانی تو هم برامون بگیم، پرسش قبلی من جواب بدی که آیا واقعا درسته که ما به خاطر اینکه تیمی فردی ورزشگاهی شانس مدال آوری نداره او رو محروم کنیم از پارالمپیک؟ اول عرض ادب خدمت استاد میمندی عزیز، ما درس پس میدیم، شاگردی میکنیم و از شما بزرگترا یاد میگیریم. اگر که مطلبی هم اشاره میشه مورد توجهتون قرار میگیره از خود شما یاد گرفتیم. آرمین جان در خصوص پارالمپیک یه نکته ای که خیلی مهمه
مهاجرت گسترده ورزشکاران معلوله. خب اینا با این شرایط سختی که دارن ناگزیر میشن از خانواده دور بشن برن برای آذربایجان. ما الان همه جا نماینده داریم ورزشکار معلول، هلند داریم، آلمان داریم، ترکیه داریم، جمهوری آذربایجان داریم و مدال هم میگیرن و موفق هم هستن. این بسیار غم انگیزه که کشوری حتی قهرمانان معلولش رو نمیتونه حفظ کنه و اینها برای حداقل ها میرن، فقط برای اینکه بتونن به موقع تمرین کنن، خونشون با محل تمرین زیاد فاصله نداشته باشه و رسیدگی پزشکی بسیار مهمه برای ورزشکاران معلول، سلامتشون اینها از اونها دریغ میشه. شک نکنید که از همین بچهای پارالمپیک توکیو هم به زودی متاسفانه تعداد مهدی اونه که اعزام نمیشن. اینو چطور میبینی؟ واقعا یا جای سابقه داره که بگم بودجه نداریم اعزام نمی کنیم به خاطر اینکه شما شانس ندارید مدال بگیرید؟ چطور بودجه نداریم؟ 100 تا همراه میفرستن المپیک با بودجه ارزی، تنخواه یورویی بهشون میدن، در بهترین هتل‌ها در توکیو اقامت میکنن. اینها مس فقط هم ورزش نیست، خارج از ورزش هم به همین ترتیب. متاسفانه واقعیت هم اینه که تا جمهوری اسلامی هست، اون حرفی که من در پایان اغلب برنامه‌ها میزنم، تا جمهوری اسلامی هست فرقی نمیکنه، این بره اون بیاد همینطوره و این ورزشکارا در عذابن، حرفشون هم نمیتونن بزنن، ولی خب ما اینجا زبان گویای اونها میشین و بخشی از حقایق رو دست کم بازگو میکنیم. ممنون از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی که از کوپنهاگ همراه ما بوده. و اسم شهرتون سخت آقای میمندی، من میگم هلند کدوم شهر هستی؟ چون آرنهم. آرنهم. بله خیلی ممنون از شما که حقیقت خودش مقدس نیست. تمام شد برنامه. خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار و ممنون که بیننده این برنامه بودید. متشکرم.